درود بر شما، به کانال خبری آوای ایران خوش آمدید. سرخط اخبار این ساعت: قاضی قمی خامنه ای را مفسد فی الارض اعلام و حکم اعدامش را صادر کرد، و شورش در زندان کرج، یک زندانی در این اعتراضات جان باخت. پیش از مشروع خبرها گزارش کوتاهی بشنوید از اخبار کف خیابان و آنچه در 93مین روز انقلاب مردم ایران گذشته است. در 93مین روز از خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی اعتراضهای مردمی در شهرهای مختلف کماکان ادامه دارد. معترضان همچنین برای برگزاری اعتراضهای 3 روزه پایان آذر ماه در روزهای 28، 29 و 30 این ماه آماده می‌شوند و در کوچه و خیابان و فضای مجازی فراخوان می‌دهند. اعتراض ها به روش های خلاقانه دنبال می شوند و معترضان در نقاط مختلف سعی دارند چه به صورت فردی و چه گروهی آتش خیزش انقلابی را تا زمان فرارسیدن این اعتراض های 3 روزه همچنان روشن نگه دارند. معترضان ساکن شهرک چیتگر تهران روز شنبه بار دیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها در این تجمع خود شعارهای لحظه به لحظه گویم یا مرگ یا آزادی، زیر شکنجه گویم یا مرگ یا آزادی و ما فدای این آب و خاک هستیم، بمب هم بزنی همین جا هستیم سر دادند. در مناطق دیگر تهران نظیر جنت آباد، سردار جنگل، شهرک اکباتان و مرزداران نیز معترضان شنبه شب مانند هر شب از پشت پنجره ها فریاد مرگ بر خامنه ای و توپ تانک فشفش آخوند باید گنبشه سر دادند. غروب روز شنبه ویدیویی از ایستگاه مترو دروازه شمیران تهران منتشر شد که نشان میداد مردم در این ایستگاه مترو علیه جمهوری اسلامی شعار میدهند و فریاد مرگ بر دیکتاتور، وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه، این آخرین پیام هدف کل نظامه و مهسا حدیث سیاوش، آتش جواب آتش شنیده می شد. معترضان در ایستگاه مترو امام خمینی نیز با شعارهای حکومت اسلامی نمی خواهیم نمی خواهیم، زن زندگی آزادی و خامنه ی زحاک می کشیمت زیر خاک اعتراض خود را نشان دادند. اعتراضها در داخل واگن های قطار شهری و ایستگاه های دیگر نیز ادامه یافت. دعوت میکنم در ادامه با مشروع خبرها همراه ما باشید. پیش از اون لطفاً با لایک کردن این ویدیو از تلاش‌های تیم خبری آوای ایران در انتشار اخبار و صدای انقلاب بزرگ مردم ایران حمایت کنید. لطفاً پیش از هر چیزی با لایک کردن این ویدیو به بیشتر دیده شدن این اخبار کمک کنید. با سپاس از همراهی شما. قاضی قمی خامنه ای را مفسد فی الارض اعلام و حکم اعدامش را صادر کرد. آرش هنرور شجاعی از روحانیون دارای اجتهاد حوزه علمیه و قاضی ساعتی قبل در ویدیوی علی خامنه ای را مفسد فی الارض نامید و مجازات وی را اعدام اعلام کرد. کانال تلگرامی منتشر کننده این ویدیو در توضیح آن نوشت: هر شخص با هر سابقه‌ای که در گذشته داشته باشه همین الان به مردم بپیونده در موردش فکر خواهیم کرد، ولی کسانی که هنوز فکر می‌کنند این حکومت ماندگار خواهد بود و تا دم آخر از سنگر خودشون پایین نیان، وای
در روزگار خودشون، پدرشون، مادرشون، زنشون، بچه‌هاشون و برادرانشون و خواهرانشون و حتی فک و فامیل دورشون. به ذره ذره خاک مقدس ایران قسم، تنها چیزی که ازشون باقی میمونه فقط کودی هست که پای درختان ریخته خواهند شد. به نام خدا. من آرش هنرور شجاعی، به عنوان روحانی که بیش از 20 سال رو در حوزه علمیه گذروندم و دارای اشتهاد مطلق هستم و در دانشگاه هم حقوق تحصیل کردم، طبق همون موازین حقوقی و فقهی در پیشگاه ملت ایران و در دادگاه قرآن، انسان و ایران، رهبر جمهوری اسلامی سید علی خامنه‌ای رو به خاطر جرائم متعددی که انجام داده، به خاطر افساد فی الارض، به خاطر ریخته شدن خون بیگناهان بسیاری در ایران زمین و به خاطر اینکه بزرگترین دشمن اسلام، انسان و ایران هستش و اونها رو سرکوب و تحقیر کرده، محدورالدم اعلام و به اعدام محکوم میکنن و هر کسی که خون انسان رو بریزه بری و ذمه و نزد خداوند مأجوره. امید روزی که این حکم اجرا بشه. این صرفا قرائت حکم بود و ادله تفصیلی این حکم رو به زودی بیان خواهم کرد. شورش در زندان کرج، یک زندانی در این اعتراضات، جان باخت. شامگاه شنبه 26 آذر 1401 کشته شدن یک زندانی در جریان درگیری‌ها در زندان مرکزی کرج تایید شد. فاضلی، رئیس کل دادگستری استان البرز، ضمن تایید جان باختن یک زندانی در جریان اعتراض زندانیان و درگیری در زندان مرکزی کرج، علت مرگ او را پرتاب سنگ از سوی زندانیان دیگر خواند و گفت چند نفر از زندانیان نیز زخمی شدند که دو نفر از آنها به بیمارستان اعزام شدند. پیشتر گفته شده بود که چند زندانی با جراحت‌های سطحی به بهداری زندان برای مداوا منتقل شدند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی، برخی از شهروندان فضای پیرامون زندان مرکزی کرج را امنیتی توصیف کرده و از حضور ماموران یگان ویژه و امنیتی در بیرون زندان خبر دادند. امروز 26/9 بیناموسا حمله کردن ندامتگاه قزلرسان، بچهای انقلابی داخل زندانن و آقای مواد مخدر میخوان بچه‌ها رو بکشن بالا، دم بچه‌های تو گرم نذاشتن. ببین از ترسشون چقدر گارد آوردن توی زندان، بیرون زندان آتش نشانی اومده. خدا رحم کنه به بچه‌های تو. مردم بیاید، خیابونا شلوغه، قزلرسان جاده قزلرسان شلوغه، مامورم زیاد است ولی از ازدحام مردم میترسم. بیاید. وضعیت در داخل زندان مرکزی کرج که شمار زیادی از معترضان خیزش سراسری مردم ایران در آنجا نگهداری می‌شوند نیز متشنج گزارش شده بود. گفته شده است که درگیری در داخل زندان در پی انتقال شماری از زندانیان محکوم به اعدام به سلول انفرادی رخ داده است. سعید اقبالی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی در زندان رجای شهر کرج، یکی از این زندانیان در معرض اعدام بود که طی پیامی از مردم خواست برای توقف اعدام زندانیان انقلاب ملی در ایران خیابان‌ها را خالی نکنند. سعید اقبالی پس از انتشار این پیام به سلول انفرادی منتقل شد و دست به اعتصاب قضا زده است. بر اساس گزارش هرانا، زندانیان در بندهای مختلف زندان مرکزی با ممانعت از ورود ماموران و سردادن شعار علیه حکومت تلاش کردند از انتقال زندانیان محکوم به اعدام به سلول انفرادی جلوگیری کنند. گزارش ها حاکی از آن است که در مقابل این مقاومت و اعتراض، ماموران به سمت زندانیان تیراندازی کردند و در نتیجه برخورد خشونت‌آمیز ماموران، ده ها تن از زندانیان معترض در جریان این درگیری مجروح شدند. اقدامات تنبیهی علیه زندانیان معترض به انتقال محکومان به اعدام تنها در زندان مرکزی کرج رخ نداده و پیش از این نیز برخی زندانیان سیاسی زندان رجای شهر به همین سبب به سلول انفرادی منتقل شدند. از جمله زندانیانی که بعد از این درگیری ها و صبح روز شنبه 26 آذر با دستور حفاظت اطلاعات زندان رجای شهر کرج از بند سیاسی به سلول انفرادی منتقل شده اند، سعید اقبالی است.
این فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی در اعتراض به انتقال به سلول انفرادی اعتصاب قضا کرده است. سعید اقبالی روز جمعه 25 آذر در تماسی تلفنی از زندان از مردم خواست برای توقف اعدام معترضان در ایران خیابان‌ها را خالی نکنند. او در این تماس تلفنی با ذکر نام برخی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر که با خطر جدی مجازات مرگ روبرو هستند تاکید کرده است اگر انقلاب مردم در خیابان‌ها ادامه داشته باشد، تنگنایی که جمهوری اسلامی در آن قرار گرفته تنگتر خواهد شد و دیگر نمیتوانند عزیزان ما را بکشند. این زندانی سیاسی گفت مسئولان زندان بازداشت شدگان اخیر را که به اعدام محکوم شدند در بندهای مختلف پخش کردند و ما عملا از آنها بیخبر و نگران اعدامشان هستیم. اقبالی در ادامه از شماری از مسئولان زندان رجای شهر نام برد که در اجرای حکم اعدام محسن شکاری و اخذ اعترافات اجباری از او دخیل بودند. آوردن اعدام کردن، جسداشون توی پلیسان نقل گذاشتن، خانواده ها رو آوردن اونجا که تایید کنن و جسدا رو منتقل کنن به پزشکی قانونی و گفتن که آره حضرت خدا بیام مرده پسرت رو انشاءالله میره بهش. یعنی تفکری اینجور تفکریه، یعنی کاملا بیرم، یعنی به شکلی باطل زنجیره‌ای. یعنی اینجوری بگم حالا همین مسئله و مسائل قبلی که ما توی این حالا چند سال گذشته توی این زندان دیدیم، نگرانی ما رو نسبت به بچههایی که توی این انقلاب مردم حکم اعدام میگرفتن خیلی بیشتر کرده و هر آن ممکنه این احکام این بچه ها اجرا بشه. الان تنها ترین رو و تنها ترین درخواست ما از مردم اینه که خیابونا رو خالی نکنن، چون اگر خیابونا خالی بشه تک تک این بچه ها کشته میشن. یعنی اینا برای ما بی‌رحمی تمام بچه های مردم رو میکشن، مثل کاری که توی کردستان کردن، مثل کاری که توی سیستان و بلوچستان کردن، مثل این همه 300-700 نفری که کشتن توی چند روزی، مثل 60-70 تا بچه که کشتن. این حرف من به عنوان سعید اقبالی زندانی سیاسی از رجای شهر نیست، این حرف من به عنوان محسن شکاری که سرش بیگناه بالای دار رفت، این حرف من به عنوان مهدی حضرتی، این حرف من به عنوان بهنام لایق‌پوره، به عنوان زانیاره، به عنوان لقمانه، به عنوان حدیث نجفیه، به عنوان نیکاه، به عنوان ساریناست. ما هیچ فرد با این بچه ها نداریم، همه ما یکی هستیم. هر کدوم از ما رو که شکنجه میکنن، هر کدوم از ما رو که زندانی میکنن، هر کدوم از ما رو که گلوله مستقیم میزنن، هیچ فرقی نداره، انگار خود ما رو این کارو کردن. هیچ راه برگشتی هم ما نداریم. این رژیم تا تک تک ما رو نکشه بیخیال نمیشه. الان همین بچه ها مهان سجاد محمد و قباسی و بروغنی و تمام بچه هایی که حکم اعدام گرفتن، حداقل کسایی که من میدونم اینجا هستن، جونشون در خطره و من مطمئنم با تنگنایی که حکومت توش قرار گرفته این بچه ها رو اعدام میکنه و خیابون ها خالی بشه و این انقلاب حداقل فروکش بکنه، این بچه ها اعدام میشن. من همه میخوام که خیابون ها رو حتما با این عنوان که تقاص خون این بچه ها ریخته شده، این بچه هایی که زیر حکم اعدام هستن، نذارن این اتفاق بیفته. چون ما داریم اینجا میبینیم چه جنایتی داره میشه، چه در حق بچه های زندانیان مالی که با بیرحمی تمام 10 نفر 15 نفر اینا رو میبرن هر هفته چهارشنبه اعدام میکنن، داره اعمال میشه اینجا. به این جنایت در حق بچه های سیاسی هم داره همین اتفاق میفته، مثل زانیار، مثل لقمان، مثل آقای صارمی، مثل فرزاد، مثل شیرین، تمام این بچه ها رو به همین شکل برداشتن بردن کشتن و این روند مطمئنا ادامه خواهد داشت اگر خیابونا خالی بشه. قول من همین الان بند 8 زندان رجایی شهر که معروف بند وزارت اطلاعات میشه، طبق چیزی که حالا ما به گوش ما رسیده و ما میدونیم اکثر بازداشتی اونجا خانم هستن، حداقل خود من 3-4 تا خانم هستن که با چشمند از زندان رجایی شهر آورده شدن تو، که خب اونجا دیگه یه بند امنیتیه دیگه، اونجا رو اصلا نمیتونیم خبردار بشیم که چه اتفاقی داره میفته، مثل همین اتفاقی که برای آرمیتا عباسی داره میفته، مثل اتفاقی که برای بچه های قرچک داره میفته و زندان های دیگه تو کل ایران هست که معلوم نیست چه بلایی داره سر این بچه ها میارن. اگر این قیام این انقلاب توی خیابون ادامه داشته باشه، اینا همین تنگنایی که توش قرار گرفتن تنگتر میشه و دیگه نمیتونن خیلی راحت بچه های ما رو بکشن. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در روایت خود از درگیری زندان مرکزی کرج آن را محدود به زندانیان بند مواد مخدر توصیف کرد و از قول رئیس کل دادگستری استان البرز نوشت در جریان این درگیری تعدادی از زندانیان چند پتو را در بخش هواخوری زندان آتش زدند که با ورود فوری نیروهای یگانه حفاظت زندان درگیری بین زندانیان خاتمه پیدا کرد. روایت‌های رسانه‌های حکومتی پیش از این نیز از آنچه در زندان‌های لاکان رشت و اوین تهران رخ داد فاصله معناداری با آنچه زندانیان و منابع مستقل روایت کردن داشته است.
سازمان عفو بین الملل روز جمعه 25 آذر در بیانیه ای از خطر اعدام برای 26 نفر که در جریان خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی بازداشت شدند خبر داد. از این 26 نفر دست کم حکم اعدام 11 نفر صادر شده و 15 نفر نیز با متهم شدن به اتهاماتی نظیر فساد فی‌الارض، قیام مسلحانه علیه دولت و محاربه در انتظار یا تحت محاکمه هستند و بیمان می رود که به مجازات مرگ محکوم شوند. در این بیانیه سهند نور محمدزاده، ماهان صدرات مدنی، منوچهر مهمان نواز، محمد بروغنی، محمد قبادلو، سامان یا همان یاسین سیدی، حمید قره حسنلو، محمد مهدی کرمی، سید محمد حسینی، حسین محمدی و یک فرد ناشناس 11 نفری هستند که حکم اعدام آنها صادر شده است. اسامی برخی از زندانیانی که هنوز حکم قطعی دریافت نکردند اما احتمال می رود به اعدام محکوم شوند عبارت است از ابوالفضل مهری، حسین حاجیلو، محسن رضازاده قراقلو، سعید شیرازی، اکبر قفاری، توماج صالحی، سعید یعقوبی، ابراهیم ریگی، فرزاد طاهازاده، فرهاد طاهازاده، کارون شاهی پروانه، رضا اسلام دوست، هاجر حمیدی و شهرام معروف مولا.